یه سری از دوستان میپرسن، همین دیشب هم با یکی از بچه ها همین صحبت رو داشتیم، گفتش که استاد فیلم دیدن چی؟ فیلم خوبه؟ من خیلی فیلم میبینم اینها. فیلم خوبه، فیلم بد نیست، چون به هر حال فیلم ببینید، به زبان انگلیسی ببینید و اگه با زیرنویس انگلیسی هم ببینیدش و اینها خوبه، کمک میکنه توی زمینه های، اما مورد قوی نیست، مورد قدرتمندی نیست. شما ساعتی فیلم میبینید، دو ساعت فیلم میبینید، سه ساعت فیلم میبینید، اونقدری ازش مطلب نمیگیرید که بگم مثلا از شیوه های دیگه یاد میگیرید، چرا که توی فیلم شما درگیر داستان میشید، چه اتفاقی افتاد، پیش از این چی بود، ارتباط اونی که اونجا توی اول فیلم گفته شد چرا اونجا پس اینو گفت، الان میفهمم چون که اینجا این اتفاق افتاد. شما بیشتر با دیدن اون تصویرها هست که میفهمید که چه اتفاقی داره میفته. شما یه فیلم کره‌ای هم میتونید ببینید و بفهمید چه اتفاقی داره میفته، نه به خاطر اینکه زبانش، به خاطر زبانش رو میدونید، نه به خاطر تصویر، به خاطر اینکه سیکوئنس داره، به خاطر اینکه شما اونجا میبینید که چاقو رو کی کرد توی شکم کی و حالا چه اتفاق، میدونید تصویر داره به شما میفهمونه که چی هست، این آقا چه کاره است و حالا اینجا داره چی خودش رو نمایش میده و و و و و چیزای دیگه. توی اون ویدئوی انگلیسی هم که شما دارید میفهمید چی داره میگه، باز خیلی از همون حرکت مثلا چاقو نمیدونم چیزای دیگه شما دارید داستان رو میگیرید و ذهن شما درگیر اون قضایا میشه، برای لیسنینگ کمک میکنه، برای نمیدونم تفکیک واژه ها اینها کمک میکنه یا برای بالا بردن تعداد واژه ها کمک میکنه. اما وقتی میام اینو میذاریم کنار یه دونه فیلم، یه دونه موسیقی، میبینیم که اصلا قابل مقایسه نیست. شما توی اون ساعتی که یا اون توی دو ساعتی که یک فیلم رو دیدید و یه واژه براتون روشن شده، سه تا واژه براتون کاملا روشن شده، میتونید 10 بار یا 20 بار یک ترک موسیقی نمیدونم یه خواننده رو گوش کنید، از هر خواننده که دوست دارید، حالا که زبان روشن و واضحی داره، مثلا بگیم چه میدونم مثلا برایان آدامز، مایکل جکسون، هر کسی، شما اون کسی که دوست دارید آهنگاش رو شروع کنید به گوش دادن، یه آهنگ رو انتخاب کنید و روی اون فوکس میکنید، چند بار اون آهنگ رو گوش میکنید. حالا اتفاقی که میفته، شما یک جایی یه پوستری از این فیلم رو میبینید یا نمیدونم تیکه اولش رو میبینید، نمیتونید با اون اکتر شروع کنید لب زدن و بگید که چی داره میگه و بگید که اینجا اینو میگه، اینجا بعدش اینو میگه، اینو که گفت دختره اینو میگه، بعد که دختره اینو گفت اون این کار میکنه، نمیتونیم کار بکنیم. اما با موسیقی چرا؟ یه موسیقی رو ما چندین بار گوش دادیم، بعد یه جا میریم آهنگش داره پخش میشه، یه نفر داره با پیانو اون آهنگ رو میزنه، بعد ما میتونیم همراهش بخونیم. موسیقی مزیتش همینه. شما چند تا فیلم ایرانی دیدید و آیا فیلم ها رو میتونید دیالوگاش رو بگید؟ نه. اما چند تا آهنگ ایرانی شنیدید؟ میتونید آهنگش رو بدون اینکه مثلا بشنویدش بخونیدش، حتی میتونید آهنگش رو بزنید، درسته؟ این قضیه وجود داره. یعنی نگاه که میکنیم میبینیم که از یک جنسن، شبیه همان موسیقی و فیلم، اما به هر حال فیلم رو اونجوری توصیه نمیکنم. فیلم اونقدر آموزشی نیست، فیلم بیشتر انترتینمنت، بیشتر سرگرمیه. فیلم رو میذارن برای نمیدونم اینکه از مثلا طرف از درس و اینا خسته شده میره میشینه فیلم نگاه کنه، نه اینکه بشینه فیلم نگاه کنه بعد خسته که شد نمیدونم بره یه استراحت دیگه بکنه، در واقع میشه استراحت تو استراحت. و اگر میبینید که خیلی فیلم میبینید ولی هنوز نتونستید خوب صحبت کنید، شاید دلیلش همین باشه که فیلم چیز رو بگم، یه میوه بزرگه که اینقدر انرژی بیشتر توش نیست. شما میتونید یه میوه اینقدری بخورید که همش انرژی. اوکی؟